برگشتید با ما این هنوز. مرسی که هنوز همراه ما هستید. در این شب یلدایی رسیدیم به بخش ویژه. اینجا دو تا میزبان داریم، دو تا میزبان عزیز دل، پیشکسوت در زمینه هنر و فرهنگ، هنر دوست، سالیان سال تو این زمینه در تورنتو کانادا تلاش کردن، کنار هم میهنای ما بودن، در کامیونیتی ایرانیا بسیار بسیار زحمت کشیدن. جناب زرین مهر نازنین و شیوای عزیز همسرشون کنار ما هستن. خوش اومدید. خواهش میکنم. درود بر شما. خوش هسته. درود بر شما. ممنونم. با درود خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان کانادا ITC TV و با سپاس از دعوت شما. مرسی که پذیرفتین. افتخار دادید کنار ما هست. خواهش میکنم. جناب زرین مهر. بله، این یک دقیقه شب طولانی هم بر همه شما و هموطنان گرامی خجسته باد. انشالله که سال روز خوبی رو از فردا، بهار دیگه نزدیک میشه، آزادی و پیروزی و آبادی و همه اینا هم پشت سرش به امید خدا بیاد. به هر حال سال خیلی خوبیه برای آینده و امیدوارم که همه شاهد خوشی ها، رفاه، آزادی باشیم. آمین. در حال شما خسته نباشیم بچه ها. میدونم این روزهای پرکار و پرتلاشیه و ما سالیان سال دراز این دوران گذروندیم. خسته نباشیم و ممنون از این سفره بسیار زیبا و هماهنگ و خیلی زیباست. مرسی. زحمتش رو شنیدم شهرزاد جون کشیده. درسته؟ مرسی. لطف دارین. مرسی که اومدین. ما رو همراهی میکنین. باز افتخارمونه واقعا. و من به نوبه خودم واجب میدونم که حتما اینو بگم که از شما به پاس بیش از 3 دهه زحمت در واقع در رسانه و خدمت به فارسی زبانان کانادا و خب جامعه ایرانی که واقعا خیلی سخته، میدونم که واقعا زحمت کشیدین بیش از 3 دهه، واقعا تایم خیلی زیادیه و واقعا صمیمانه قدردانی کنم ازتون. و اگر دوست دارم، اگر خاطره ای، چیزی که در طول این 30 سال، بیش از 30 سال در شب یلدا داشتین، حالا چه در تلویزیون چه در محیط خانواده، برامون بگین اگه دوست داشته باشین. خوشحال میشیم. منم البته قبل از اینکه شروع کنیم تشکر کنم و از شما و آقای مهندس غفوری که این مسئولیت سنگین فرهنگی رو قبول کردین و از دست ما گرفتین و به دوش بکشین. در حال موفق باشین. شما با هم دیگه شروع کردیم، شما هم با دقیقاً شروع کردین. البته هم بیشتر پشت دوربینه تا آقای همسر شما پشت دوربینه، ولی ما دوتاییمون هم پشت دوربین هم جلوی دوربین بودیم. فرزاد جون مثل که علاقه به جلوی دوربین نداره. به هر حال از شما هم تشکر میکنیم که این مسئولیت رو گرفتین و ما بعد از بیش از 30 سال فعالیت، همونطور که چرزاد جون گفت، دیگه خودمون رو کشیدیم کنار. موقعش بود که یه خونه جوانتری بیاد. شما که اختیار دارید. مثلا نمونه از 30 سال پیش ما هستن. دقیقا. خاطره که خیلی زیاده. درست آقای زریمه، من فکر میکنم حداقل 30 تا سفره یلدا ما چیدیم تو این تلویزیون دورانی که ما بیش از 34 ساله، 36 ساله در کانادا هستیم و افراد خیلی زیادی کمک کردن، همراهی کردن و اینوالو بودن. خاطره به خصوصی یادم نمیاد غیر از اون دورانی که در استودیوی راجرز بودیم که حدود 250 نفر رو ما پذیرایی کردیم. بله، و 3 گروه رقص آذری داشتیم که هر گروهشون 10 تا 12 نفر بودن. ایرانی آذری، گروه های ارکسترای مختلف، هر کدومشون چندین نفر. ما حداقل برای یه برنامه شب یلدا من فکر میکنم 1 هفته ما اونجا قبلش آماده میشدیم. بله، برای 250 نفر مهمان. خیلی هم عالی. ممنون از شما و واقعا جا داره تو این شب زیبای یلدایی تشکر کنیم از هر کسی که تو زمینه فرهنگی و هنری تلاش میکنه که یه چیزی رو گسترش بده، یه چیزی رو رواج بده و نظر یه سری چیزا فراموش بشه. و همه این کارها نیاز به حمایت داره. هیچ کس تنهایی هیچ تغییری نمیتونه ایجاد بکنه، هیچ حرکتی رو، چه فرهنگی، هنری و هیچ حرکت دیگه، یا حتی اجتماعی رو نمیتونه انجام بده. همه اینها نیاز به حامی داره، نیاز به کنار هم بودن داره.
و مرسی که همچنان شما کنار ما هستین، کنار فرزادجان عزیز هستین. بله فرزادجان زیاد به جلوی دوربین علاقه شاید نداشته باشه، یعنی پیش نیومده شاید، ولی اینجا واقعا تمام این امشب رو که کنار ما بودید، عزیزانی که با ما بودن، لطف داشتن، دعوت ما رو پذیرفتن، کنار ما بودن، همه اینها اگر بچهای پشت صحنه، بچهای اتاق فرمان و فرزاد عزیز و مدیریت ایشون نباشه، اصلا هیچ برنامه‌ای تولید نمیشه. و خسته نباشید به همه‌شون میگم. سعید جان نازنین که واقعا مدام سرپا، الان نزدیک 6 ساعت ایشون سرپا ایستاده، فرزاد عزیز در اتاق فرمان و بچهای دیگه که تو بخش تدارکات، بخش فیلمبرداری دارن به ما کمک میکنن، از همه‌شون تشکر میکنم. یلدای همه‌شون واقعا خجسته باشه. و ما برگردیم به عزیزای دلی که با ما هستن اینجا در طی 3 سال. هندونه به نظرم خیلی آشنا میاد. من خواستم خیلی بگم و فکر نمیکنم اصلا بتونید حدس بزنید. جناب زرین مهر عزیز، حالا من کلا مدافع آقایون هستم، هنر زیاد داریم، هنر زیاد دارن، قطعا هنر زیاد دارن، چون اصلا تو کار هنر و فرهنگ بودن. این هندونه زیبایی که اینجا میبینید رو ایشون برای ما زحمت کشیدن و طراحی کردن و واقعا اینجا افتخار داره، جای تبریک به شما. بعدا هنرهای دیگه هم دارم که بعدا به رخ میکشم، خیلی عالی، ما استقبال میکنیم. چطور جناب زرین چند ساله که اینجا علاقه من به این کارش کنه؟ اینجا جوری میشه اجبار گفتم باید یه جور دور بشه، بعد از تو یوتیوب یاد گرفتم روششو و درست میکنم. آره سالهای سال دیدن بیننده ما. من فقط اجازه میخوام یه تشکریم بکنم از تمام کسانی که در این بیش از 30 سال ما رو حمایت کردن، همراهی کردن، چه کسانی که اسپانسر برنامه شدن، چه کسانی که در تدارکات این برنامه با ما به ما یاری دادن. مجله شهر ما همچنان ادامه داره، ولی تلویزیون رو خوشبختانه دادیم به آقای فرزاد غفوری که مثل پسر برای ما عزیزه و حدود 13 سال 14 سال با ما کار کرد و پذیرفت که این مسئولیت رو بگردم بگیره. امیدوارم همون جور که از ما حمایت کردین در این سالها، از این جوان خوش‌ذوق هم حمایت کنین، از این تلویزیون حمایت کنین که در اینجا همیشه باز باشه، چون کامیونیتی ما بزرگه و احتیاج داره به همچین برنامه زیبایی و خیلی خیلی خوب داره کار میکنه، خیلی خوش‌ذوقه و به هر حال خسته نباشه فرزاد جون. ولی یه حرکت مثبت فرهنگی، اگه یه چنین برنامه نباشه چه چیزی میتونه؟ اصلا جای خالیش نمیاد. این جمع. یه فرهنگیست که باید کسانی که این برنامه نگاه میکنن باید حمایت بکنن. بی تفاوت بودن فایده نداره. اگه شما اهل بیزینس نیستید، کسانی میشناسید که بیزینس دارن، خب تبلیغ بخوان، دو سر برده. هم یه چنین برنامه خوبی میتونه تداوم داشته باشه، بهترم بشه، و همین که بیزینس ها تبلیغ میشن، همه احتیاج به تبلیغ دارن، میگن که حتی خدا هم احتیاج به تبلیغ داره، برای همینه که پیغمبراشو فرستاده، کاش نمیفرستاد. همه تبلیغ مهمه. اگر از دل برود هر آن که از دیده برفت، اگر تبلیغ نکنید، جلو نباشید. یه چیز انگلیسی هستش میگه که in good times you should advertise, in bad times you must advertise. اگه کسی تبلیغ نکنن عقب بیفتن، کسی دیگه که میان جلو اونا دیده میشن. وقت میگه که چرا ما کارمون رونق نداره، کسب و کارمون از اصلا چیز. نمیشه توی دنیای الان واقعا نمیشه دور شد و جدا شد از این سیستمی که به هر حال داریم باهاش پیش میریم و دنیا داره با این شکل میره جلو. اصلا نمیتونیم دور باشیم تو هر زمینه‌ای که هستیم، نیاز به تبلیغ داریم بدون شک. حالا یه مثالی رو با یکی از دوستان صحبت میکردیم اخیراً اتفاقا که تبلیغاتشون دست ما هست، میگفتن که بابا مکدونالد دیگه واقعا نیاز به تبلیغ داره، ولی بچه کوچیکا میشناسن همچنان، یعنی هر کی واقعا به دنیا بیاد بعد از 2 سالی که مکدونالد رو میشناسه، و ولی همچنان تبلیغ داره و بدون شک باید با این مسیر جلو رفت و تبلیغات لازمه. مرسی که حالا یادآور شدید. جناب زهرین مهر عزیز هنر زیاد دارن همونجوری که فهمیدم. شما گفتن لو بود شده من هم من مخصوصا هم بینندگانمون همه خوب میدونن که جناب زهرین صدای بسیار دلنشین و زیبایی داره. اگر دوست داریم برای ما یه قصه بخونیم ما لذت ببریم. خانم من بگم که البته من مشوق خوبی داشتم خواننده نشم، خب
میخواست که همش کنار من باشه. میگه که تو اگه مثلا خواننده بشی باید بری کنسرت جاهای دیگه، من طاقت دوری تو رو ندارم. حالا من در این مورد نظر ندارم، من موافقم. اون مال یک آهنگی هست من خودم خوشم میاد، بعضی هم خوششون میاد. اونم میگم خوب میشنویم با هم. خودتون گفتین از کسی میخواید؟ نه، این مال علیرضا افتخاریه، منتها شعرش قشنگ زیباست. به نظر من به دل میشینه. عمر داره میگذره، باید قدر عمر دونست، باید بله قدر این دوره هم جمع شدن ها رو دونست، وگرنه در به اصطلاح در انزوا آدم میمونه. بله. و زندگی کوتاست. زندگی کوتاست. بله بله. عمر ما چو موجی به دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و بد دنیا چو رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد. مه آمد شب مهتابی و پنهان نشد، چو ابری که نمایان شد و باران نشد. به دلسوز زمستون اومد نیومد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد. ای کاش دو چشم خسته من گریت گاهی به کار بسته من. ای کاش فرمانم می شنیدی، ای کاش به دادم می رسیدی. عمر ما چو موجی به دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و بد دنیا چو رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دیگر نباشد. بسیار عالی، لذت بردیم. آقای زرمه خانم که قشنگ همراهی میکردن. خب دیگه از بس که من خوندم دیگه نصفش رو حفظه. نصفش رو حفظه. اینجا همراهی میکنن دیگه، تو کنسرت که قرار نیست همراهی کنن. خیلی ممنون، بسیار لذت بردیم. خیلی زیبا قبلش برامون خوندن، اونم خیلی شاد بود. براش هم شعرهای زیادی گفتم. حالا یکی شعرم میگین؟ آره، شعر آهنگ. اصلا پس واقعا شما از هر انگیز شعر زیاد میگه، شعر و غزل زیاد میگه. یکی از شعراش هم خانم شعلا سرشار تو آلبومش داره و یک شعر آخرین شعر تو میخوای بخونی؟ میخوایم بریم بریک یا همینجور ادامه میدیم؟ من نمیدونم. اوکیه، پس میخوای یه شعر دیگه هم بخونی وقت بچه ها رو؟ آهنگ شاد استفاده میکنی؟ آهنگ شاد عاشقانه است. بسیار راجع به دوست داشتن و عشق و علاقه این حرفا. آهنگ شاد دیگه تو این آخرین اثرشون. شادی. البته هموطنان گرامی که برنامه جدول سرگرمی رو نگاه میکنن سه شنبه ها، اونا در جریان این کار هستن که مثلا برایشون گهگاهی میخونن. حالا اینو برای این اولین بار در شب یلدا میخونم که کسانی که برنامه جدول سرگرمی نگاه نمیکنن اونم مستفیض بشن. خواه بفهمید. بشه خانم گفتم که میدونی چه دلم میخواد؟ گفت نه. گفتم دلم میخواد بوسه بشم، بیام سراغ لبهات، رویای شیرینی بشم، آروم بیام تو شبهات، برای تو فدا شدن چه عشقهایی داره، اگه الان دوست نداری بذار پای طلبهات. من با تو جوره جورم، بی تو چه سود تو کورم، خونت توی قلبمه، فکر نکن از تو دورم، فکر نکن از تو دورم. دلم میخواد بوسه بشم، بیام سراغ لبهات، رویای شیرینی بشم، آروم بیام تو شبهات. پادشاه قلبمی، با تو ندارم غمی، دلم میخوام که با تو باشم، که بهترین همدمی، که بهترین همدمی. دلم میخواد بوسه بشم، بیام سراغ لبهات، رویای شیرینی بشم، آروم بیام تو شبهات.
دوست دارم همیشه، مهر تو کم نمیشه، توی تموم جونم عشق تو کرده ریشه، عشق تو کرده ریشه، دلم میخواد بوسه بشم، بیام سراغ لبهات، رویای شیرینی بشم، آروم بیام تو شبهات، برای تو فدا شدن چه عشق و حالی داره، اگه الان دوست نداری بذار پای طلبهات، دلم میخواد بوسه بشم. عالی بود. ما که واقعا لذت داریم بچه‌های پشت صحنه که مشغول رقص و پایکوبی هستن. این آهنگ شاد و عاشقانه واسه یه چنین شب شادی که بله عالی و به شما تبریک میگم خانم. خواهش همچین شعری شما خانم اون انارش میگم طبیعیه، میخوای تا آخرش وایسی من انار رو برداری؟ چرا که شما همین الان میتونم برداری؟ نه الان که دکل به همین نه صفت خیلی بشنگ شهر زد جون، خوش سلیقه، خیلی لذت بردیم، خواهش میکنم بخونید از این شعر برای همدمای عزیزتون تا فرصت هست کنار هم لذت ببرید. و آخر اون شعری اولی که خوندین دیگر فردایی نباشد، درسته؟ آره. زنده باشید در کنار هم، پایدار باشید، همیشه سرزنده و شاد ببینیمتون، شادی هاتون یلدایی باشه. مرسی. قبل زندگی رو بدونم. ممنون از شما و یک بار دیگه هم شب یلدا رو تبریک میگم. این آیین رو پاس بذارید و به فرزندانتون منتقل کنید. ما به سهم خودمون بیش از 30 سال بودیم و هر سال یادآور این خاطرات بودیم و امیدوارم که شما هم سالیان سال شهرزاد جون در کنار همسر عزیزت و دوستان خوبتون ساقی عزیز و بقیه دست اندرکن کسایی که زحمت میکشن بتونین اینو ادامه بدین و باشین همچنان قدید. مرسی. به امید آزادی آبادی ایران. بله. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. بله اون اصلا نه فراموش کنیم اون مصرع دوم. مرسی که با مکمله دیگه، مکمل هم دیگه قطعا همینه. آمین آمین به دعای بسیار زیباتون برمیگردیم. چنین باد. بله.